عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش بالمصري يعني حياة عاشها المصري حضارة سنين وإن لو يعطش مجرى يروح عرق المصريين عيش بالمصري يعني حياة المصري حضارة سنين وإن لو يعطش مجرى بكرة يفيد ويوفي الدين عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية لقمة عيش الناس الأمرة الفلاح والعامل لقمة عيش مش لقمة سخرة تيجي بعديها أي حقوق لقمة عيش الناس الأمرة الفلاح والعامل يابا لقمة عيش مش لقمة سخرة هناخدها لو مش بالذوق عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية لما تقول كلمة حرية لازم ترفع ايدك فوق الحرية لقمة هنية تيجي بعديها اي حقوق لما تقول كلمة حرية لازم ترفع ايدك فوق الحرية لقمة هنية هناخدها لو مش بالذوق هناخدها لو مش بالذوق هناخدها لو مش بالذوق بینندگان محترم برنامه پخش مستقیم و مخاطبین تلویزیون کانال جدید سلام میکنم من شیرین شمس هستم امروز یک شنبه 26 آبان 98 هست مصادف با 17 نوامبر 2019 و ما شاهد چندمین روز اعتراض مردم در ایران به گرانتر شدن بنزین به وضعیت وخیم اقتصادی و به کلیت جمهوری اسلامی هستیم. امروز ما مجددا در شهرهای ایران در بسیاری از نقاط ایران شاهد تجمع مردم در خیابان‌ها بودیم علارغم اینکه جمهوری اسلامی نیروهای سرکوبگر خودش رو در شهرهای مختلف به خصوص شهرهای بزرگ پیاده کرده بود علارغم اینکه اینترنت رو قطع کرده بود برای اینکه ارتباط بین معترضین رو قطع بکنه اما هرچه که پیش رفتیم به خصوص از بعد از ظهر و همچنین نزدیک شدن به تاریک شدن هوا شاهد این بودیم که جمعیت در خیابان‌های شهرهای مختلف بیشتر و بیشتر میشه در همین بین متاسفانه تعدادی کشته شدند ده‌ها نفر در شهرهای مختلف به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی این حکومتی که امروز به عنوان حکومت خون و خشونت در تمام جهان شناخته میشه کشته شدن جمهوری اسلامی یک بار دیگه دستهای خودش رو به خون معترضین آغشته کرد در همین رابطه حزب کمونیست کارگری ایران اطلاعیه‌ای رو منتشر کرده تحت این عنوان که یاد جانباختگان اعتراضات را باید به مراسم های بزرگ اعتراضی تبدیل بکنیم در ادامه شامگاه شب گذشته یعنی شامگاه شنبه 25 آبان 98 ما شاهد رادیکال تر شدن شعارها اعتراضی تر شدن مردم بودیم شعارها و تجمعاتی که از بنزین گرونتر شده فقیرتر شده رسید به مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه‌ای و دیشب جمهوری اسلامی نمیخوایم در شهر
مشهد. در ادامه روحیه اعتراضی مردم بیشتر و بیشتر شد تا اینکه امروز ما خبری که به دستمون رسید این بوده که در شهریار مردم اسلحه ها را از دست نیروی انتظامی خارج کردند. همچنین در پاسگاه خاک سفید در تهران پارس مردم اسلحه های مامورین رو از دست اونها خارج کردند. به علاوه اینکه حمله به فرمانداری ها، شهرداری ها، حوزه علمیه ها، پایگاه های بسیج، پایگاه های سپاه، کانکس های ناجا، خودروهای ناجا، خودروهای گارد ضد شورش و همچنین بانک ها در شهرهای مختلف ادامه داره. حمله به مراکزی که با جمهوری اسلامی تداعی میشه، چه مراکز مذهبی و تبلیغات اسلامی که 40 سال حکومت جمهوری اسلامی از این طریق مردم رو سرکوب میکنه، چه مراکزی مثل بانک ها که مرکز دزدی این حکومت اسلامی سرمایه داران هست. امروز همچنین یک شنبه 26 آبان شاهد اعتصاب بازاریان تهران و تبریز بودیم. در همین بین خامنه ای سخنرانی کرده و از تصمیم سران سه قوه برای گرانتر شدن بنزین حمایت کرده و مردم معترضی که امروز برای معیشت خودشون و نگفتن به جمهوری اسلامی به خیابون ها اومدن رو آشوبگر تلقی کرده. در واقع مردم در خیابان ها با حضورشون با شعارهای جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم و حمله به مراکز مذهبی دارن جواب خامنه ای و دیگر سران جمهوری اسلامی رو میدن. اما در همین رابطه سازمان جوانان کمونیست اطلاعیه هایی رو منتشر کرده در رابطه با تداوم حضور در خیابان ها، در رابطه با انسجام و همچنین توده‌ای شدن و تعمیق اعتراض در خیابان ها. مبتنی بر این هست که روندی که مردم شروع کردن در این چند روزه فاکتورهای مهمی هست برای اینکه این اعتراضات ادامه پیدا کنه. فاکتور مهم اون تشکیل شوراهای هماهنگی سازماندهی اعتراضات هست که باید در محله ها و شهرهای مختلف و همچنین در دانشگاه ها ایجاد بشه که مشخصا جوانان، زنان، دانشجویان نیروهای فعاله این شوراهای هماهنگی پیشبرد اعتراضات هستند و همچنین شوراهای هماهنگی سازماندهی برای اعتصاب عمومی که در هر دوی این شوراها، چه شوراهای هماهنگی سازماندهی اعتصابات، چه شوراهای هماهنگی سازماندهی اعتراضات، نقش فعالین جنبش های مختلف اعتراضی از جمله جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و جنبش نوین رهایی زن و همچنین دیگر جنبش های اعتراضی بسیار بسیار مهم هست برای خط دادن، برای جهت دادن. فعالین پیشرو باید امروز به میدون بیان برای تشکیل یک چنین شوراهایی برای اینکه ما بتونیم اعتراضاتی که امروز جاری هست رو توده‌ای و عمیق بکنیم. پیشبرد یک همچین فاکتوری، ایجاد یک همچین شوراهایی حتی میتونه به میزان بسیار بسیار بالایی نیروی سرکوبگر جمهوری اسلامی رو خونسا بکنه. اطلاعیه های دیگه ای هست در این رابطه از طرف حزب کمونیست کارگری ایران و همچنین سازمان جوانان کمونیست که با همراهانی که در این برنامه خواهیم داشت در این رابطه صحبت خواهیم کرد. گزارشات مختلفی داریم از شهرهای مختلف و همچنین از دانشگاه های سراسر کشور. امروز دانشگاه های بیشتری نسبت به روزهای گذشته پیوستن به اعتراضات سراسری و به درستی دانشجویان خودشون رو جدا نمیدونند از وضعیتی که در جامعه حاکم هست و به میدان اومدن که در رابطه با دانشجویان هم گزارشاتی رو خواهیم داشت. یک گزارش تصویری کوتاه میبینیم و برمیگردیم با شرکت کنندگان در این برنامه همراه خواهیم شد. Come on, 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 come on
بله، همونطور که در تصاویر هم دیدید در مریوان معترضین پرچم جمهوری اسلامی رو به آتش کشیدند، یا در مناطق دیگه الله وسط پرچم جمهوری اسلامی رو در آوردند. اینها اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی هست و پرچم جمهوری اسلامی که نماد یک حکومتی که 40 سال بر پایه ایدئولوژی ضد انسانی اسلام میلیون ها انسان رو در اون زندگی فقر، فلاکت، بیحقوقی و سرکوب رو بهشون تحمیل کرده. پرچمی رو به آتش میکشند که از هر الله و اکبر اون هزاران خون چکیده، خونهایی که اعدام، شکنجه، سنگسار، در واقع جمهوری اسلامی نقش مستقیمی در اونها داشته. مردم به درستی حکومت جمهوری اسلامی رو نشانه گرفتن. اما بریم سراغ کردستان در ایران. شهر مریوان، سنندج و دیگر شهرهای کردستان که فضا به شدت اعتراضی هست، نسان نودینیان دبیر کمیته کردستان رو همراه خودمون داریم در این بخش برنامه. نسان نودینیان، خیلی خوش آمدید. در ادامه صحبت‌هایی که دیروز در برنامه پخش مستقیم داشتیم، لطفاً برای بینندگان ما توضیح بدید که از دیروز تا به الان چه فضای حاکم هست، با توجه به اینکه اینترنت قطع هست، اما گفته میشه که در شهرهای مرزی مردم میتونن از اینترنت برای انتقال اطلاعات استفاده بکنن. بفرمایید. خدمت شما خسته نباشید. در فکر کنم بله، تماسایی که وجود داشته و ارتباطاتی که از طریق مرزها تأمین شده نشون میده که با سختی ولی هنوز ارتباطات با خارج کشور و رسانه‌ها و میدیای اجتماعی در جریان. امروز طبق آخرین خبرهایی که منتشر شده، در بوکان که از دیروز اعتراضات شروع شده بود، تعداد زیادی از مردم به مراکز مرکزی شهر اومدن و درگیری شدیدی بین جمهوری اسلامی، نیروهای امنیتی و مردم بوکان انجام شده که طبق اخباری که پخش شده و به ما رسیده، حدود 4 نفر متاسفانه امروز میگن در بوکان کشته شدن. یه نفر دیگر در جوان بود و 2 نفر در مریوان. و کماکان علی‌رغم این که در شهرهای کردستان با قساوت قلب و سخت‌دلی نیروهای امنیتی به مردم شلیک کردند و تا
این تاریخ در شهرهای کردستان 21 نفر کشته و بیش از 140 نفر زخمی شدن، با وجود تمام فشارهای امنیتی و مامورایی که اینا میدن، مردم در شهرهای کامیاران، بوکان، مریوان، سنندج و چند شهر دیگر در خیابونا هستند، اعتراض به گرانی بنزین و کل استبداد اسلامی در جریان. و امروز در شرایطی که مردم در خیابانا بودن و توسط معترضین و مردم معترض در سنندج چند بانک که وابسته به سپاه پاسداران و فروشگاه کورش که مستقیما تحت کنترل سپاه پاسداران به آتش کشیده شده، مانور موترسوارهای نیروهای امنیتی در سطح شهر سنندج با به اصلاح حوم کردن و تحقیر آنها به اصلاح بدرقه شد و این مانور هم نتونست مردم رو از اعتراض به خونه هایشون ببره. و در دومین روز امروز که 26 آبان اعتراضات کماکان در شهرهای کردستان ادامه داره. در این حال به نظر من اعتراضات و روحیه انزجار و نارضایتی علیه جمهوری اسلامی این دوره در شهرهای کردستان با وسعت بیشتری وجود داشته و خوشبختانه همگام و همسر و همشعار و اعتراضات سراسری مردم شهرهای کردستان هم به طور کلی در این اعتراضات شرکت فعال پرشور و گسترده‌ای داشتند. اما در کردستان میشه ما به فکر این باشیم که این اعتراضات رو بیشتر توده‌ای کرد، توده وسیع تری از مردم در اعتراضات خیابونی شد. الان هزاران نفر شرکت می کنند، ولی شهرهای کردستان این ظرفیت رو داره که بیش از این مردم در خیابونا باشند و دانشگاه ها به این اعتراضات بپیوندند. و به نظر من معلمان و فعالین کارگری و فعالین زنان که یک سابقه بسیار دیرینه در سازماندهی توده‌ای در کردستان دارن، اینها میتونن این روزها نقش فعال و خیلی مؤثری در سازماندهی اعتراضات، به ویژه سازماندهی شوراهای اعتراضی مردم هم در محلات و هم در سطح شهر این تأثیرات رو داشته باشن. و معلمان میتونن در کردستان با توجه به تجاربی که در دو سه سال گذشته داشتن و این تجارب اعتصابات بسیار شکوهمندی بوده که معلمان در کردستان و همگام با معلمان در سطح سراسری کشور که به فراخوان کانون فرهنگیان انجام شده، از این تجارب استفاده بکنن و معلمان کردستان که همیشه در چند سال گذشته افق اعتراض و مبارزه را بلند کردن و همیشه در شهرهای کردستان از منافع کارگران، کودکان، علیه ترک تحصیل و محروم بودن کودکان دفاع کردن و برای حقوقهای به اصطلاح بالای خط فقر مبارزه کردن، این روزا معلمان فکر میکنن میتونن تأثیرات بسیار تعیین کننده ای داشته باشن. و در این حال به نظر من کردستان یک پتانسیل بسیار بالای دیگری داره، اونم اینه که در کردستان تعداد زیادی، صدها نفر از فعالین کارگری، فعالین زنان، معلمان، دانشجوها، فعالین زیست محیطی و مردم، تعداد زیادی از اینا سخنگوی اعتراضات مردم در چند سال گذشته بودند، لیدرهایی هستند، رهبرانی هستند که جامعه به اونها اعتماد کافی داره و اینا میتونن در سازماندهی جامعه و اعتراضاتی که الان هست نقش بسیار مؤثری رو ایفا بکنه. بسیار خب، نسان نادینیان، شما توی صحبتاتون به اعتصاب اشاره کردید. ما در برنامه دیروز هم به طور کل اعتصاب عمومی رو مورد بررسی قرار دادیم که چقدر امکانش هست، پتانسیلش هست و داریم میریم به این سمت و باید بریم به این سمت. امروز ما اعتصاب
بازار تهران رو داشتیم و همچنین تبریز. اما سوال مشخص هم اینه که با توجه به اینکه شهرهای مختلفی در کردستان در اقدامات هماهنگ در گذشته دست به اعتصاب عمومی و سراسری زدن، چقدر الان کردستان آماده هست برای اعتصاب سراسری؟ من که اشاره کردم در شهرهای کردستان این پتانسیل برای اعتصاب سراسری البته با حضور فعال در خیابونها وجود داره. ما 2 سال قبل وقتی که 3 فعال سیاسی رو اعدام کردن فراخوان دادیم و مردم شهرهای کردستان و بیش از 10 شهر در آذربایجان غربی و مناطق کرمانشاه به این اعتصاب پیوستند و اعتصاب سراسری در کردستان جواب محکمی بود علیه اعدام جمهوری اسلامی. سالهای قبل در کردستان علیه اعدام ها و علیه لشکرکشی و میلیتاریزم کردستان این اعتصابات وجود داشته و الان هم تلاش ما به عنوان حزب کمونیست کارگری ایران و کمیته کردستان این هست. این تلاش رو داریم انجام میدیم، با سازمان های مختلف در کردستان اطلاعیه مشترک بدیم، فراخوان به اعتصاب و حضور فعال مردم بدیم. نظر من در کردستان این عملیه به ویژه در شرایطی که بیش از 20 نفر از مبارزین و معترضین رو در شهرهای کردستان کشتن و این بایستی با عکس العمل و جواب محکم جامعه که اعتصاب و حضور فعال در خیابون ها هست جواب بگیره. این راه حلیه که میتونه امروز با توجه به این فضای اعتراضی و ماندن مردم در خیابون ها و روحیه مبارزاتی که وجود داره با استقبال وسیعی روبرو بشه. تلاش ما اینه که در به این سمت بریم و این اعتصاب رو با توافق و همکاری مشترک با احزاب سیاسی در کردستان به نتیجه برسونیم و ما فکر میکنیم که اعتصاب میتونه راحل مناسبی در محکومیت کشتارهای 2 روز گذشته باشه. بسیار سپاسگزارم از شما نسان نودینیان، ممنون که در این برنامه شرکت کردید. بینندگان گرامی، در این بخش برنامه از شما دعوت میکنم به پیام تاها آزادی از اعضای سازمان جوانان کمونیست به زنان، جوانان، دانشجویان در کردستان توجه بکنید. بول زربه شارکانی کردستان به دستی لاوانی شورشگر بو بر پجدانوی سیاستی ریاضت کشی لجرناوی گران کردنی بنزین چندین دان بان و جایگای بنزینکان سوتندرا تابلوی اداری امنیتی دولتی به دستی لاوانی شورشگر تکشکندرا پرچمی جمهوری اسلامی لوسطی شاری مریوانا سوتندرا ایما ویرای دستخوشی لطرفی سازمانی جوانانی حزبی کمونیستی کارگری ایران دعوا کین لتواوی جنبش های کارگری معلمان، پرستاران و جنان به دروس کردنی شوراهای محلی وصل بن به اعتراضاتی سراسری و تا اعتراضاتی که قدرتمند سرکوتوانا شکل بگرد. به صدای پخش مستقیم برمیگردیم. بینندگان گرامی، امروز یک شنبه 26 آبان 98 برنامه پخش مستقیم در کانال جدید رو ملاحظه میکنید. این برنامه همزمان در یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر
پخش میشه و شما عزیزان میتونید با دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی این برنامه پخش مستقیم رو به اشتراک بگذارید. از طریق راه‌های تماس که در پایین اسکرین میبینید با ما در ارتباط باشید در طول برنامه و حتی بعد از برنامه در طول شبانه روز میتونید با شماره تلفن 2046-739-6814-38 برای ما پیام‌های تصویری، صوتی و نوشتاری خودتون رو ارسال بکنید. اما یک اقدامی که امروز انجام شده فرستادن پیامک‌هایی که ایجاد رعب و وحشت بکنه در بین شهروندان معترض بوده که این اسمس ها تحت عنوان اینکه حضور شما در تجمع غیرقانونی روز جاری باعث اختلال در نظم عمومی و سوء استفاده ضد انقلاب شده است، تکرار حضور در این گونه تجمع پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت. پلیس پیشگیری استان البرز همونطور که در اسکرین میبینید کاربرانی که این پیام ها رو دریافت کردن در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن. یکی از این کاربران خیلی جالبه مینویسه این پیامک واسه هر دو تا خط تم اومده، ظاهرا دو تا خط موبایل داشته، در صورتی که من اصلا امروز از خونه خارج نشدم به علت شکستگی پام، لطفاً به مردم اطلاع رسانی کنید که این پیام ها رو جدی نگیرن، ممنون. این هم یکی از شگردهای جمهوری اسلامیه که سعی میکنه با فرستادن اسمس ها در مواقعی که جامعه اعتراضی میشه رعب و وحشت ایجاد بکنه و مانع این بشه که مردم به خیابون ها بیان. همین اقدامی که این شهروند کرده اقدام بسیار مهمی هست جهت افشاگری این حکومت و اینکه نباید از این اسمس ها ترسید، نباید از این پیامک ها ترسید. جمهوری اسلامی داره تمام نیرو و توان خودش رو به کار میگیره که اعتراضات گسترده تر نشه، تعمیق پیدا نکنه، توده‌ای نشه، اما مردم چیز دیگه ای فکر میکنن و تصمیم دیگه ای دارن. از اقدامات جالبی که توی چند روز گذشته ما شاهدش بودیم همبستگی بسیار بالای بین مردم هست، آماده کردن غذا برای اینکه به دست معترضین در خیابون برسه، مخصوصا شب گذشته که معترضین قرار گذاشته بودند که تا پاسی از شب حتی در صبح در خیابون ها باشن، سنگربندی میکردن در منازل شهرهای مختلف برای معترضین غذا درست میکردن. امروز در شهرهای مختلف بین معترضین که از صبح تا بعد از ظهر و یا چند روز در خیابان‌ها هستن غذا پخش می‌شد، در بین خودروهایی که مدت طولانی در اتوبان‌ها و خیابان‌ها منتظر مونده بودن برای اینکه راه باز بشه بین اونها غذا پخش می‌شد و این نشانه همبستگی بسیار بالای مردم هست که جمهوری اسلامی سعی میکنه این همبستگی رو بشکنه. ممکنه بتونه بخواد بین مردم تفرقه ایجاد بکنه که باید با همون فاکتور مهمی که صحبتش رو کردیم، تشکیل شوراهای هماهنگی برای سازماندهی اعتراضات، جهت پیشبرد اعتراضات و رهبری اعتراضات، تمام تلاش جمهوری اسلامی رو برای سرکوب خونسا بکنیم. اخبار دیگه‌ای در دست داریم برای اشاره کردن، اما اگر که موافق باشید بریم سراغ دانشگاه‌ها در ایران که یکی پس از دیگری به اعتراضات سراسری میپیوندند. در این بخش میثم عتیق ما را همراهی می‌کنه. میثم عتیق خوش آمدی به این برنامه. برای بینندگان این برنامه پخش مستقیم یک گزارشی بده از دیروز تا به حال دانشگاه‌ها چه خبر بوده؟ خب من در ابتدا سلام میگم به شما و دستندرکاران برنامه و همچنین بینندگان محترم برنامه. خب فضای دانشگاه هم قاعدتا متأثر از فضای عمومی جامعه و این اعتراضات سراسری هست که با صورت هرچه تمامتر داره، چه به صورت کیفی چه به صورت کمی ارتفاع پیدا میکنه. به طور مشخص در مورد دانشگاه اگر بخوام صحبت کنم، اعتراضات در دانشگاه از دیروز اول هفته شروع شد و طبق گزارشاتی که از ایران مخابره می شد، اولین دانشگاهی که ما عکس‌ها و ویدیوهای تجمعات اعتراضی دانشجویان رو دیدیم دانشگاه ارومیه بود که اگه اشتباه نکنم صبح دیروز بود. بعد از اون شاهد بودیم که در کرج در منطقه گوهردشت و دانشگاه آزاد تجمع بسیار بسیار جالب توجه و باشکوهی برگزار شد که یک شعار بسیار تند و رادیکال هم
از که بسیار بسیار طبقاتی هم هست و از این نقطه نظر قابل توجه هست، اونجا سر دادن. شعار ملت ما آسیه، وعده‌داری کافیه، که واضحا نشون میده که جنبش دانشجویی و دانشجویان فضای عمومی جامعه، فضای سیاسی و اقتصادی جامعه رو دارن به چه شکلی میبینن. در ادامه اون، باز هم هنوز دارم در دیروز صحبت میکنم، دانشگاه خراسان اصفهان رو داشتیم که در اونجا اعتراضاتی انجام شد، هرچند که خیلی به دلیل مشکلات اینترنت گزارشات ویدیویی زیادی از این دانشگاه بیرون نیومد و همچنین گزارشات میگفت که در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران نیز دیروز اعتراضاتی داشتیم که متاسفانه به همین دلیلی که خدمتتون عرض کردم گزارش ویدیویی از اون نبود و گزارش‌ها به صورت میدانی بودن. اما همون جور که شما توضیح دادین، نه فقط در دانشگاه بلکه در همه سطوح جامعه این اعتراضات داره روز به روز رادیکالتر، عمیق‌تر و منسجم‌تر میشه. و همین موازات ما امروز اعتراضات دانشجویی رو وقتی مد نظر قرار بگیریم، می‌بینیم که چه به صورت کیفی چه به صورت کمی این داره گسترش پیدا میکنه. از صبح امروز بخوام بگم، با این پیش‌فرض که امروز ما میدونیم که فضای اینترنت و راه‌های ارتباطی داخل کشور به چه شکل بود، این گزارشاتی که من دارم خدمتتون در مورد امروز عرض میکنم، باید این پیش‌فرض رو داشته باشیم که احتمالاً یک کتر بسیار کوچکی از اعتراضاتی هست که واقعاً در ایران در جریان بوده. اما اون چیزایش که به صورت تصویری مشخصا بیرون اومده من خدمتتون میگم. در دانشگاه اصفهان صبح امروز رو داشتیم که اعتراضات بسیار جالبی، رژه اعتراضی دانشجویان برگزار شد. دانشگاه تبریز بود که دانشجویان با همبستگی با اعتراضات سراسری به میدون اومدن و با شعارهای مشخصا بیکاریم، آینده‌ای نداریم، حاصل دسترنج ما، اختلاس، و همچنین شعار رادیکال و طبقاتی دانشجو، کارگر، اتحاد وارد تجمع این دانشجویان شد. دانشگاه ارومیه هم در ادامه تجمع روز قبل خودشون امروز هم تجمع اعتراضی برگزار کردند و در انتهای همه اینا که گزارشاتش در چند ساعت اخیر از تهران بیرون اومده، تجمع بزرگ و با شکوه دانشجویان در دانشگاه تهران بوده که عصر امروز میشه گفت برگزار شده، که در اون در ابتدا اگر اشتباه نکنم با خواندن دست جمعی سرود یار دبستانی شروع میشه و بعد شعارها شروع میشه، اعلام همبستگی ها، و شعارها به شکل خیلی تند و تیزی رادیکال میشه که من مشخصا از شعارهایی که در دانشگاه تهران در اون تجمع بزرگ امروز سر داده شده رو بخوام اسم ببرم، به این شکل است که شعار داده شد دانشجو، کارگر، ایستادیم در سنگر، و شعاری که پریشب اگر اشتباه نکنم از بهبهان بیرون اومده بود، بنزین گرونتر شده، فقیر فقیرتر شده، که خیلی سریع تودهی شده، و همچنین در حمایت از دانشجویان زندانی شعار دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. من فقط در انتها یک چیز رو اشاره کنم، اونجور که در ابتدا هم گفتم این فقط گوشه ای از اعتراضاتی بوده که امروز به صورت ویدیویی از ایران مخابره شده. قطعا پیام های بسیار زیادی بوده که به صورت کتبی هستن که پرداختن به اونا در این فرصت کوتاهی که داریم خیلی مناسب نیست. بسیار خب میسم، حتما روی بمون، من مجددا به تو مراجعه میکنم. اما چند خبر هست که از صبح منتشر شده، به دست ما هم تعدادی از این اخبار رسیده، چه به صورت صوتی چه نوشتاری و تصویری. در تهران گفته شده که در مناطق ولیعصر، تهران، پارس، انقلاب و بازار همچنان اعتراضات مردم ادامه داره. این مربوط به صبح بوده، صبح یک شنبه 26 آبان. در شهریار دو پمپ بنزین و 4 بانک طعمه حریق شدند.
کردستان درگیری مردم با نیروهای امنیتی و سرکوبگر در 8 نقطه سنندج علارغم تدابیر اتخاذ شده توسط شورای تأمین استان کردستان اعتراض ادامه پیدا کرده. معترضین در مناطقی چون خیابان حسن آباد، خیابان سرویس، چهارباغ، خیابان فرح، خیابان شریف آباد، عباس آباد، فیض آباد با نیروهای امنیتی درگیر شدند. ارومیه به شدت ملتهب است. نیروهای یگان ویژه، یگان امداد، سپاه و مرزبانی در تمامی خیابان ها مستقر شدند. به خاطر قطع این اینترنت امکان انتشار تصاویر وجود ندارد، که خب فراخوان سازمان جوانان کمونیست همچنان جهت تداوم اعتراضات همین امروز تشکیل شوراهای هماهنگی پیشبرد اعتراضات و سازماندهی اعتراضات و اعتصابات در دانشگاه ها، مراکز کار، محل کار در محله ها و همچنین شهرها هست. از اخبار دیگه، همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، یکی از همراهانمون تماس گرفت و گفت روز شنبه 25 آبان 98 مردم در اعتراض به افزایش بی سابقه قیمت بنزین و وضعیت بسیار بد معیشتی در ایران به سمت کلانتری محله خاک سفید تهران پارس هجوم بردند. همچنین بانک سینا در تهران پارس رو به آتش کشیدند. اعتراض دانشجویان و همچنین مردم به هم پیوند میخوره. اینجا جا داره که راجع به فعالین دانشجویی هم صحبت بکنیم. میثم، خوبه که در این بخش راجع به نقش فعالین دانشجویی هم صحبت کنیم. فعالین دانشجویی چه نقشی میتونن در بسیار خوب، اتاق فرمان اشاره میکنن که ارتباطمون قطع شده. اگر که یک گزارش تصویری کوتاه داریم میبینیم، بعد ارتباطمون که برقرار شد با میثم ادامه. اعتراضات مردم علیه گرونی بنزین که از 24 آبان ماه شروع شد همچنان ادامه داره. در طول چند روز اخیر دیدیم که مردم چه شجاعانه در شهرهای مختلف به خیابون اعتراضات مردم علیه گرونی بنزین که از 24 آبان ماه شروع شد همچنان ادامه داره. در طول چند روز اخیر دیدیم که مردم چه شجاعانه در شهرهای مختلف به خیابون‌ها اومدن، کل نظام رو قرار دادن و میگن 40 سال فقر و بدبختی بسه. و ما با خبر شدیم که اینترنت رو همطور که میدونین قطع کردن. جمهوری اسلامی به خیال خودش میخواد جلوی خبررسانی رو بگیره. و این رو بگم به این مزدوران که این اخبار هنوز به طرق مختلف دست همه ما میرسه. در طول این مدت متاسفانه در این اعتراضات بیش از 10 نفر جان خودشون رو از دست دادن، که از صمیم قلب به خونوادش هاشون تسلیت میگم. همینطور تعداد زیادی بازداشت شدن و در حال حاضر در زندان هستن. اعتراضات همچنان ادامه داره در شهرهای مختلف ایران، علارغم اینکه جمهوری اسلامی سعی کرده در برخی از شهرها حکومت نظامی اعلام بکنه. من چند نکته رو میخواستم خدمتتون بگم که تو این شرایطی که اینترنت هم قطع شده ما چه کار میتونیم بکنیم، چه جوری میتونیم به این اعتراضات کمک بکنیم. اولا در درجه اول شما عزیزانی که در ایران هستین، همونطور که تا حال خبررسانی کردین، این اخبار رو از هر طریق ممکن برای ما ارسال دارید. آدرس های تماس رو این صفحه هستش، حتی از طریق یک پیامک مختصر هم بوده برای ما اخبار رو بفرستیم. ما باید مقابل این در واقع منع خبررسانی بایستیم و بتونیم دنیا رو در جریان بذاریم که چه اتفاقی داره میفته. و از طرفی نکته دوم این که تعداد زیادی رو دستگیر کردن. خونواده های این بازداشت شدگان در حال حاضر مقابل زندان ها هستن. این خونواده ها نباید تنها بمونن. این اعتراضات باید به سوی زندان ها بره. شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو در اصفهان شنیدیم. باید این شعار در همه شهرها باشه. باید این اعتراضات به سمت جایی بره که جمهوری اسلامی فکر میکنه قدرت داره. زندان ها رو مثل قلعه میدونه که اونجا ابرقدرتی به خیال خودش داره میکنه. و ما باید نوک حملمون و اعتراضات رو به طرف اونجا ببریم و به زندان ها حمله کنیم. از طرفی زمانی که در اعتراضات میخوان کسی رو بازداشت بکنن، باید همه مقابل این بازداشت بایستیم و نذاریم این معترضین رو دستگیر بکنن.
شما عزیزانی که خانواده ها و عزیزانی که اطلاع دارین از این بازداشت شدگان، اسامی و مشخصاتشون رو برای ما از طریق همین آدرس های ارتباطی ارسال کنین که ما بتونیم از طریق سازمان های بین المللی برای آزادیشون تلاش بکنیم. نکته سوم این که مزدورانی که چه در این اعتراضات و چه در داخل زندان دارن ضرب و شتم و دستگیر میکنن، اینها باید شناسایی بشن. مزدوران رو شناسایی کنین. اینها باید بدونن یا باید اسلحه‌هاشون رو زمین بذارن به اعتراض مردم بپیوندن و یا اینکه باید جوابگو باشن، مثل همکارشون و یکی از سرانشون حمید نوری، کسی که در اعدامهای تابستان 67 دست داشت و هفته اخیر در کشور سوئد دستگیر شد. اونها هم به همین مبتلا خواهند شد، در چه در داخل ایران چه خارج از ایران به محاکمه خواهند کشید. پس باید این رو بدونن، اینها مجرم هستن. هر دستگیری که میکنن، هر ضرب و شتمی که دارن به اتهامات، در واقع دارن به جرم های خودشون اضافه میکنن. اینها رو باید ثبت کرد و تمام این مشخصات رو از شما میخوام که برامون ارسال دارین که ما بتونیم این جانیان رو مورد پیگرد قرار بدیم. نکته آخرم و نکته این هستش که و این خطاب به عزیزانی هستش که خارج از ایران هستن و دستشون بازتره در این که بتونن یک حمایت بین‌المللی رو جلب بکنن. تجمع در مقابل کنسولگری ها، در مقابل دفاتر رسمی وزارت های امور خارجه کشورهای اروپایی که به شدت دارن با جمهوری اسلامی مماشات میکنن، تجمع در مقابل اتحادیه اروپا و از این طریق فشار آوردن به جمهوری اسلامی، مراجعه به اعضای پارلمانتون، اتحادیه‌ها، سازمان‌های بشردوست و اینکه ازشون بخواین فشار وسیع و هماهنگ و پیگیری به جمهوری اسلامی بیارن که دستگیر شدگان رو آزاد بکنه و دست از سرکوب برداره. ما به عنوان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از همین هفته شروع می‌کنیم و فعالیت وسیعی رو برای جلب توجه سازمان‌های جهانی شروع خواهیم کرد که بتونیم فشار به جمهوری اسلامی بیاریم. ما نیاز داریم که یک همبستگی بین‌المللی رو در حمایت از مبارزات مردم ایران برای آزادی زندانیان سیاسی و برای اینکه این خانواده‌هایی که بچه‌هاشون رو تو این تظاهرات از دست دادن، برای اینکه به حقشون برسن، باید این همبستگی جهانی رو سازمان بدیم، تقویت بکنیم و به پیش ببریم و به جمهوری اسلامی نشون بدیم که با موجی از میلیون‌ها نفر روبرو هستن که صدای آزادی خواهان هستن. اگر جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع می‌کنه، با مردم توی خیابون چیکار می‌خواد بکنه؟ می‌خواد میلیون‌ها نفر رو به زندان‌ها ببره؟ خودش هم می‌دونه نمی‌تونه. پس همه با هم دیگه باید صدای این اعتراضات رو هرچه بیشتر برسونیم و از طریق مقامات بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدیم. بله، به استدیو پخش مستقیم برمیگردیم. بینندگان گرامی، برنامه زنده شامگاه یک شنبه 26 آبان 98 رو ملاحظه میکنید. این برنامه در تلویزیون ماهواره کانال جدید و همچنین همزمان در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و توییتر در حال پخش هست. در اینجا شیما رسولی رو روی خط داریم که یه گزارشی میده از حضور فعالانه زنان در اعتراضات سراسری در روزهای گذشته. شیما رسولی، خوش آمدی به این برنامه، بفرمایید. سلام، ممنون. سلام میکنم به شما و همه بینندگان عزیز. در اعتراضات اخیر، از همون ساعتهای اولیه که بنزین گرانتر شد، زنان حضور فعالانه‌ای داشتند. در شهرهای مختلف
مختلف مثل شیراز، تهران، اصفهان، مشهد زنان حضور بسیار پررنگی داشتند و نقش بسیار گسترده‌ای در همبستگی بین مردم و تداوم حضور معترضین در خیابان‌ها داشتند. در اعتراضات دانشگاه‌های مختلف از جمله تهران و اصفهان، تبریز و ارومیه حضور دانشجویان زن بسیار پررنگ بوده. در این زمینه انقلاب زنانه یک فراخوانی مبنی بر تشکیل شوراهای هماهنگی رهبری و سازماندهی اعتراضات با حضور فعالانه زنان منتشر کرده. بله. زنان از ابتدای اعتراضات به خیابان‌ها اومدن و نه تنها علیه گرانی، فقر و سرکوب، بلکه علیه کلیت نظام پیش میرن و هدفشون سرنگونی این حکومت خون و خشمه، خون و خشونت هستش. زنان در این اعتراضات نماد ایستادگی و مقاومت در برابر سرکوب‌های سازماندهی شده حکومتی هستند و روی رادیکالیزه کردن و پیشروی اعتراضات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. ما امروز بیشتر از هر وقت دیگه‌ای به یه مبارزه متشکل و متحزب و سازماندهی شده برای سرنگونی این حکومت ضد زن نیاز داریم. و چون زنان در هر مبارزه‌ای که علیه جمهوری اسلامی بوده و به وجود اومده نقطه قوت بودن، لازمه که در تشکیل شوراهای هماهنگی پیشبرد اعتراضات سراسری نقش فعال داشته باشند و برای هرچه سریع‌تر کنده شدن ریشه ظلم به میدان‌های مبارزه بیان. توی فراخوانی که انقلاب زنانه داده ذکر شده که توی این مبارزات و اعتراضات و تظاهرات زنان لازمه که بدون حجاب شرکت کنند و این نماد بردگی زن که یکی از ابزارهای سرکوب زنان و جامعه است رو سر چوب‌ها بکنن، زیر پا بیاندازن یا به هر شکل ممکن بهش اعتراض کنن و بقیه معترضین و که در اون صحنه حضور دارن باید از زنان دفاع کنن، ازشون حمایت کنن. بسیار خوب، خیلی ممنون از شیما رسولی. با توجه به اینکه فرصتمون کمه، امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم تو رو همراه خودمون داشته باشیم. اما از اتاق فرمان لطفاً به من اشاره بکنید که چند دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم. بله، 7 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم. من در اینجا اشاره می‌کنم به اطلاعیه سازمان جوانان کمونیست در رابطه با اعتصابات سراسری تحت عنوان پیش به سوی اعتصابات سراسری. پویایی و موجودیت هر جامعه ای را سوخت و سازهای اقتصادی آن تشکیل می‌دهند. در شرایطی که جمهوری اسلامی دارد برای حتی یک روز بقای بیشتر نهایت تلاشش را به خرج می دهد، بیشتر بیشک با سازمان یافتن اعتصابات سراسری چرخه این حکومت فلاکت و جنایت از حرکت می ایستد. اعتصابات سراسری همان نیروی محرکه انقلاب و مهلک‌ترین ابزاری هستند که به وسیله آنها هر حکومتی و به تبع آن تمام مناسبات ضد انسانیش به زانو در می آید. بنابراین باید به طور ویژه با مشارکت پیگیر فعالین پیشرو جنبش‌های مختلف اجتماعی و اعتراضی از کارگران و معلمان گرفته تا زنان و دانشجویان اعتصابات شکوهمند خود را در کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و سایر مراکز اقتصادی جامعه سازمان دهند. باید در کارخانه‌ها دست از کار کشید، در کلاس‌های دانشگاه‌ها حاضر نشد، ادارات و مدارس را به تعطیلی کشاند و با سازمان دادن اعتصابات گسترده و سراسری جمهوری اسلامی را به یک فلج کامل اقتصادی نزدیک‌تر کرد. سرنگون باد جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی و برابری، زنده باد سوسیالیسم. سازمان جوانان کمونیست، 26 آبان 1398. گزارش کوتاه تصویری داریم از اتاق فرمان، اشاره میکنند که آماده هست، با هم میبینیم و برمیگردیم. دو شرکت کننده دیگه برنامه خواهیم داشت که فکر میکنم هر کدوم از عزیزان 2 دقیقه فرصت دارید که گزارشتون رو به بینندگان بگید. اما در ابتدا اجازه بدید یک گزارش تصویری بدید. یک شنبه 26 آبان دانشگاه تهران،
بخش پایانی برنامه هستیم. امیر عسکری روی خط هست. امیر خوش آمدی به این برنامه. ظاهرا قراره در رابطه با استانهای غربی و شمال غرب ایران برای بینندگان این برنامه گزارش بدی در رابطه با اعتراضات امروز و شامگاه شب گذشته. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. خب در شهرهای آذربایجان همونجور که مستحضر هستید اعتراض ها همگام با جنبش های طبقاتی و مبارزاتی در کل کشور که با بهانه خب گرون شدن قیمت بنزین شروع شد و ادامه یافت، خب ادامه داشت، همگام پیش رفتن بر شعارهایی که بر علیه خب وضعیت بد اقتصادی بود. خب ما در به طور مشخص در شهرهایی که حالا خبرها رسیده مثل تبریز، ارومیه و زنجان و اردبیل خیلی به صورت رادیکال بر علیه حکومت حاکمیت دوزمحور اسلامی رو خب هدف قرار داد. خب امروز یک نقطه عطفی بود در تبریز و ارومیه، مخصوصا در تبریز که ادامه داشتیم مبارزات و خب مبارزات در جنبش دانشجویی همونجوری که میثم عزیز هم اشاره کرد ادامه داشت. در تبریز دانشگاه تبریز و گزارش هایی هستش که در قسمت دیگری از شهر هم بوده اعتراضات دانشجویی، دانشجویان خب به مراکز شهر رفتن، شعارهای رادیکال دادن، شعارهایی دادن که در جهت اتحاد جنبش دانشجویی با کارگری و خب کل جامعه بوده. همچنین خب در دیشب هم در پاسی از شب هم معترضین داخل شهر به شعارهای سرنگونی طلبانه دادن بر علیه حاکمیتی که 40 ساله خب مردم رو زیر ضرب خود قرار میده. و خب این نقطه عطفی که در هم تبریز هم شهرهای دیگه ای بود که البته چرا تبریز رو من اشاره میکنم چون متاسفانه امروز اینترنت در اکثر شهرهای آذربایجان قطع بود به غیر از ارومیه، تبریز و چند شهر دیگه. و خب این حاکی از این داشته که به دور از هر گونه قوم پرستی در کنار اقشار مختلف جامعه در کل ایران به شکل اعتراضات خود ادامه دادن. و خب نکته‌ای که هستش مهم هستش باید به اعتصابات ادامه بدن. در واقع یعنی خیلی ممنون امیر که اومدی روی خط و همچنین شما بینندگان گرامی که تا اینجای برنامه با ما بودید. یک پیام تصویری داریم از جلیل جلیلی از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران که از شما عزیزان دعوت میکنم به این پیام توجه کنید. یاشاسن انسانه بیر جامعه گرمه چون انسانه بیر انقلاب. آذربایجان خالقه بنزینin bahalaşmağa da xalqın boş süfrəsini daha da çox boşaltmaq üçün bir yoldur. Bənzinin bahalaşmağı, yəni ayrı şeylərin də bahalaşmağı. Bu qarətkar hakimlərin 40 illik hakimiyyətinə və 40 illik qarətlərinə son qoymalıyıq. Sizin də İranın başdan başında yola düşən etirazlara qoşulmağınız bu qarətkərlərin boğazın daha da möhkəm sıxa bilər. Rifahı asayiş, rayqan behdaşı dərmanı təhsil və insana layiq və uyğun bir zindəqanlıq bizim də haqqımızdır. Sərasəri etirazlara qoşulmaq olan bu qarətkərlərin hükumətinə son qoymalıyıq. Yaşasın! İnsanı bir cami qurmaq üçün insanı bir inqilab. بله از اتاق فرمان اشاره میکنن. نادیا مستقیم روی خط هست. نادیا خوش آمدی به این برنامه. ظاهرا قرار از استان فارس و خوزستان به بینندگان این برنامه توضیح بدی در 24 ساعت گذشته اعتراضات به چه شکل پیش رفته. سلام میکنم به شما شیرین شمس عزیز، دیگر دست اندرکان برنامه و بینندگان عزیز.
بله من خیلی کوتاه، البته نکتهوار چون وقت کمه، از خوزستان و فارس میخواستم نکاتی رو بگم در واقع مسائل اتفاقات جدیدی که در امروز رخ داده، هرچند خب به علت قطعی برق و عذر میخوام البته قطعی برق توی برخی نقاط توی اهواز و قطعی اینترنت خب یک مقدار مخابره اخبار دشوار بوده، ولی فعالین و معترضین به هر شکلی که بوده اون فضا رو به ما منتقل کردن. توی به خوزستان میپردازم اول که توی اهواز توی برخی نقاط خب حکومت نظامی بوده ولی و خب جاده ها مسدود شده بوده، فعالین و معترضین جاده ها رو مسدود کردن. بهبهان اخباری داشتیم از شمار در واقع مجروحین و کشته شدگانی که توی اعتراضات بوده و که متاسفانه 4 نفر تا این لحظه در واقع جانشون رو از دست دادن. بله. و فکر کنم باید خیلی سریع‌تر بگم و توی ماهشهر اخباری رو داشتیم که جاده اصلی رو به در واقع بندر امام خمینی مسدود کرده بودن، اعتراضات جدی در جلوی فرمانداری رخ داده بوده و در واقع درگیری هایی هم بوده بین معترضین، ولی خب این مخاطب ما میگفتش که به علت قطعی اینترنت مخابره کردن و در واقع گزارش دادن خیلی دشوار هست. ولی در مورد معاشر من این نکته رو میخواستم بگم که این مسدود کردن راه ها به خصوص مسدود کردن جاده هایی که در واقع ختم میشه به پتروشیمی چه اهمیتی میتونه داشته باشه در رابطه با مخصوصا اون در واقع تشکیل شوراهای هماهنگی کارگری برای در واقع هماهنگ کردن اعتصابات به عنوان بالاخره شهری که یک مرکز پتروشیمی هست و از نظر استراتژیک خیلی مهمه، چقدر میتونه پر اهمیت باشه همچین اقداماتی و خب که نمونه اون رو هم داشتیم، ولی خب باید در واقع با فعال شدن بیشتر فعالین پیشرو در واقع همچین اقداماتی عمیق‌تر بشه و خب در شهرهای آبادان، رامهرمس و گستاران هم همچنین بوده چنین اعتراضاتی. و میپردازم خیلی کوتاه به استان فارس که خب امروز توی شیراز ما همونطور که تصاویرش هم اومد بیرون اعتراضات ادامه داشته در سطح شهر و در واقع چه جاده ها خیابان های اصلی شهر رو مسدود کرده بودن معترضین، رژه هایی رو در سطح شهر داشتیم که خب شعارهای خیلی رادیکالی رو هم داشت، از مرگ بر اصل ولایت فقیه گرفته تا مرگ بر خامنه ای، شعار نویسی در قسمت های مختلف شهر و البته که در واقع تخریب اماکن حکومتی از حوزه های علمی پایگاه های بسیج گرفته تا در واقع مراکز نیروهای انتظامی و البته در اخبار و تصاویر رو از دو شهر کازرون و برازجون داشتیم و البته نمیدونم چقدر وقت دارم. بله فرصتمون خیلی کوتاه هست، در 30 ثانیه نادیا صحبتاتو جمع‌بندی کن گزارشاتو. ممنون، چون از اتاق فرمان هم اشاره میکنم گزارشاتی داریم برای پخش. بله و در مورد در واقع در ادامه اعتراضاتی که توی شیراز بود مخصوصا این 24 ساعت گذشته که البته خب میگم نشانه گرفته شده اون اماکن حکومتی دولتی، این اقدامات البته نفرت مردم رو نشون میده به پایه های این حکومت اسلامی و خب اینجا هم میتونم تاکید کنم به اهمیت تشکیل شوراهای محلات و شهری برای هماهنگی بیشتر در واقع این فعالیت ها. مرسی از شما، من تموم شدم. بسیار خوب، ممنون نادیا که روی خط شدی از شهرهای مختلف استان خوزستان و فارس. بینندگان گرامی از شما دعوت میکنم به گوشه ای در واقع از اعتراضات سراسری مردم در شهرهای مختلف علیه حکومت جمهوری اسلامی توجه کنید. برمیگردیم به صدای پخش مستقیم. Thank you.
فلسطین. شهرستان قلچک پلیسا قدیم شیراز. اینم تظاهرات جاده صابه، سرادران، قلمیر، نصیرآباد، سلطان آباد. اینم جاده ایشین از اینجا به اونور بسته است دیگه. حوزه مقاومت بسیج هم آتیش آتیش گره حوزه مقاومت بسیج هم آتیش زده 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 Thank you.
اینجا شهریار 26 آبان. بچه هر کی میتونه خودشو برسونه بیاد. مرگ بر خامنه ای. مجید اینجا شهریار 26 آبان. بچه هر کی میتونه خودشو برسونه بیاد. مرگ بر خامنه ای. مجید اینجا شهریار 26 آبان. بچه ها 26 آبان یک شنبه سرا آدرانی و معترضا رو میبینید. اون برم که یگان ویژه تعداد بسیار زیادشون دارن سمت معترضا میان. یگان ویژه اونجا وایستاده. این برم معترضین رو میبینید که خیابون رو بستن جاده ساور رو. ۲۶ آبان یک شنبه سرا آدرانی و معترضا رو میبینید. اون برم که یگان ویژه تعداد بسیار زیادشون دارن سمت معترضا میان. یگان ویژه اونجا وایستاده. این برم معترضین رو میبینید که خیابون رو بستن جاده ساور رو. و اما در این بخش برنامه پخش مستقیم یک شنبه 26 آبان 98 میپردازیم به فراخوان انقلاب زنانه. پیش به سوی تشکیل شوراهای هماهنگی رهبری و سازماندهی اعتراضات با حضور فعالانه زنان. از مدت‌ها قبل گفته بودیم که انقلاب آتی ایران یک انقلاب زنانه است. این بار هم با از سرگیری مجدد اعتراضات سراسری از 23 آبان، زنان به عنوان نیروهای پیشرو و رادیکال که قلب نظام را هموار نشانه گرفتند به میدان آمدند. زنانی که در صف اول مبارزه نه فقط علیه گرانی و فقر و سرکوب بلکه علیه کلیت نظام پیش می روند و کمر به سرنگونی این حکومت خون و خشونت بستند. این بار هم در اعتراضات جاری آبان ماه زنان این نمادهای ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و ستمهای قانونی، در برابر سرکوبهای سازماندهی شده حکومتی، در عروج جنبش سرنگونی و تأثیرگذاری در رادیکالیزه تر کردن و پیشروی و پیشبرد اعتراضات سراسری به زیبایی نقش آفرینی می کنند. نمونه بارز آن حضور سریع و فعالانه زنان در اعتراض به گرانتر شدن بنزین در شهرهای مختلف بوده است. زنانی که 40 سال زیر سلطه بختک حکومت ارتجایی اسلامی نه تنها به جرم زن بودن از ساده ترین حقوق انسانی خود محروم شدند، بلکه به عنوان نیمی از جمعیت 99% های جامعه تحت سلطه حکومت اسلامی سرمایه‌داران دست درازی های هر روزه این حکومت به سفره معیشتشان را تجربه کردند. نیم نگاهی به مبارزه جنبش نوین رهایی زن در طول این 40 سال و به خصوص مبارزات رادیکال این جنبش در یک سال اخیر به خوبی نقش پررنگ زنان در مبارزه علیه این حکومت را نشان می دهد. مبارزه مستمر و وسیع علیه حجاب اجباری، علیه هر گونه تبعیض جنسیتی، برای پایان دادن به ممنوعیت ورود زنان به استادیوم ها، حضور پررنگ زنان در 8 مارس روز جهانی زن، در 16 آذر روز دانشجو، تجمع پرشور زنان دانشجو در 23 اردیبهشت در دانشگاه علیه حجاب و عفاف و گشت ارشاد دانشگاهی، ایستادگی و حمایت از کارگران در اعتصابات و اعتراضات 7 تپه از نمونه های برجسته این مبارزات است. امروز بیش از هر زمان دیگری یک مبارزه متشکل، متحزب و سازماندهی شده برای سرنگونی حکومت ضد زن جمهوری اسلامی ضروری است. از آنجایی که زنان نقطه قوت هر مبارزه‌ای علیه جمهوری اسلامی بودند، لازم است در تشکیل شوراهای پیشبرد اعتراضات سراسری نقش فعالانه تری داشته و در رهبری و سازماندهی اعتراضی
جهت از جا کندن هر چه سریع‌تر ریشه ظلم و غارت بیش از پیش به میدان بیایند. همچنین مهم است زنان سخنگوی اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف باشند، بدون حجاب در تظاهرات ها شرکت کنند و این نماد بردگی زن را سر چوب کنند، به زیر پا بیاندازند و به هر شکل ممکن به حجاب، این سند بردگی زن که یکی از ابزارهای سرکوب زنان و جامعه هست، اعتراض کنند و همه معترضین در محل وسیعاً و قویاً از زنان حمایت بکنند. انقلاب زنانه 26 آبان 1398. برنامه امروز پخش مستقیم اینجا به پایان میرسه. بینندگان گرامی، اینجا من شیرین شمس به همراه مدیریت برنامه کیان آذر و همچنین دیگر دست‌اندرکاران این برنامه پخش مستقیم جمیل فرزان و کیوان جاوید، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.